افغانستان سالهاست خود را قربانی سیاست کشورهای خارجی می‌داند. در عین اینکه حکومت‌های این کشور در دهه‌های اخیر به شدت محتاج کمک‌های مالی، نظامی و سیاسی دولت‌های دیگر و سازمان‌های بین‌المللی بودند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان و رئیس جریان است که خود را جلودار نهضت اسلامی آن کشور می‌داند. دو هفته پیش در بروکسل به همراه دیگر مسئولان افغانستان به دنبال کمک‌های غرب برای تثبیت کشور و استحکام پایه‌های حکومت وحدت ملی بود. در آنجا با او درباره موفقیت در این کنفرانس، اختلافات داخلی دولت وحدت ملی و پیشرفت روند صلح گفتگو کردم. آیا میلیاردها دلار کمک جدید به دولتی گرفتار فساد گره از کار افغانستان باز می‌کند؟ خیلی ممنون آقای ربانی از اینکه وقتتون رو به ما دادید. من میخواستم از شما این رو بپرسم که در دو سالی که شما رهبری دستگاه دیپلماسی افغانستان رو به عهده داشتید، چه دستاوردی داشتید یا به عبارت دیگر برای مردم افغانستان چه کردید؟ اگر از دستاوردهای حکومت وحدت ملی یا از وزارت خارجه در دو سال اخیر صحبت کنیم، ما خوشحال هستیم که امروز از دستاوردی که امروز ما داریم از او صحبت کنم. کنفرانس بروکسل که امروز چند ساعت قبل ختم شد با یک اعلامیه بسیار قوی به حمایت از مردم افغانستان و با اعلان 15.2 میلیارد دلار کمک تا سال 2020، که البته این کنفرانس نتیجه کار ماها، کار وزارت، البته همه حکومت به خصوص وزارت خارجه و وزارت مالیه، این به دستاورد کلان به دست آمد که انشالله ایره میتونیم بگیم یکی از دستاوردها. در بحث تروریسم حقانیت خود ثابت ساختیم که تروریسم مشکل افغانستان نیست. بلد. و تنها مشکل افغانستان نیست، یک مشکل منطقه‌ای است که باید به حل این مشکل باید برخورد منطقه‌ای و یک استراتژی منطقه‌ای باشه. درست. در جریان است که در سال گذشته در کنفرانس قلب آسیا، در اعلامیه کنفرانس آمد که به خاطر ایجاد یا آغاز یک استراتژی برای مبارزه علی تروریسم، یک استراتژی مشترک کشورهای منطقه، که ایرم در نتیجه کارهایی بود که صورت گرفت در ارتباط با مسائل اقتصادی، اتصال منطقه‌ای و فعالیتایی که ما خواستیم که افغانستان به عیس یک پل اتصال در منطقه چیز تبدیل کنیم، یکی از کارهایی که صورت گرفت. البته از به شمول دیگه دوستا از دیگه وزارت‌ها، وزارت خارجه در مورد چیز داشت. در بحث جهان اسلام درست میرسیم به دستاوردهای بعدی شما. من درباره مهمترینشون از شما پرسیدم. در قسمت کنفرانس بروکسل که شما صحبت کردید، ما می‌دونیم که کنفرانس‌های متعددی در زمینه افغانستان برگزار شده. چی باعث میشه که شما فکر بکنید که این یکی از دستاوردهای بزرگ شماست؟ این چیزی است که همیشه در افغانستان اتفاق افتاده بعد از سال 2001. ببینید، سال 2001 تمام جامعه جهانی توجهشان به افغانستان بود. شاید مشکلات در دیگر نقاط جهان بوده باشه، اما به او حدی که امروز ما میبینیم مشکلات در دیگر نقاط جهان، به او حد او وقت نبود. امروز مشکل لیبیا، سوریه، کشورهای دیگه در منطقه دور و نزدیک افغانستان میدیده میشه و جامعه جهانی امروز توجهش هم تقسیم شده. ای که افغانستان توانست در شرایط امروزی باز هم حمایت جامعه جهانی را به این شکلی که امروز اعلان شد بگیره، من فکر میکنم یک دستاورد بسیار خوب است. مشخصا از یک دستاورد ملموس اگر بخوایم حرف بزنیم، در این زمینه چه اتفاقی افتاده؟ قسمی که خدمتتون عرض کردم، در بحث تروریسم ما حقانیت خود را ثابت ساختیم که چیزی را که ما میگفتیم تروریسم محدود به افغانستان و مشکل افغانستان نیست. مراکز تمویل، تجهیز، تعلیم تروریسم خارج از افغانستان است و ما این را ثابت ساختیم و امروز میبینیم که همه جهان، همه کشورها به گپ ما کاملا موافق هستند. خب نتیجه عملی هم داشته؟ مثلا اگر شما میگید خارج از افغانستانه، که احتمالا اشاره خیلی از رهبران دولت وحدت ملی به پاکستان هست، آیا شده که مثلا کشوری پاکستان رو تحریم بکنه؟ آیا شده که کشوری پاکستان رو تحت فشار قرار بده به عنوان واکنشی به فعالیت‌های دیپلماتیک شما و به تلاش‌های شما؟
ما البته هدف افغانستان تحریم علیه کشوری نیست و ما ایرد همیشه گفتیم که باید تروریسم به عیس یک مشکل یا تهدید مشترک ببینیم و علیه تهدید باید اقدامات مشترک بگیریم و برداریم. و دقیقا اگر امروز اگر تروریسم ما بین اگر تفکیک شما تروریسم خوب و بد، این فکر میکنم یک اشتباه بزرگ است که شاید کشورهای دور و نزدیک افغانستان به این نتیجه رسیده باشند که ادامه این پالیسی، ادامه این استراتژی به نفع هیچ کشوری نیست، به شمول کشورهایی که در اونجا مراکز تعلیم، تربیه و تجهیز طالب وجود دارند. اگر شما موافق با تحریم نیستید، مثلا کشوری که فکر میکنید حامی تروریسم هست از نظر شما، عملا اگر بخوان فشار بیارن چه حربه‌ای دارن، چه امکانی در اختیارشون هست که به اون کشور فشار بیارند بلکه رفتار خودش رو عوض بکنه؟ خب ما شاهد بعضی اقدامات جامعه جهانی از کشورهای بزرگ هستیم که در این اواخر علیه کشوری که حمایت از عناصری میکنه که در افغانستان در خشونت دست دارن، در تروریسم دست دارن، علیه از کشور اقدامات برداشته شده. منظورتون پاکستانه؟ خب یقیناً ببینن در صنایع امریکا تصمیم علیه پاکستان گرفته شد، کمک هایی که قرار بود باید به پاکستان داده می شد نشد و همچنان مشکلات دیگی که چی شده. و امروز ما می بینیم که در یک وضعیت قرار داره که خود در انزوا می بینه پاکستان. بله. شما در ارتباط به کنفرانس اخیر سارک در جریان هستین که اکثر کشورها چی نکردن، طرفدار شمولیت یا حضور در این کنفرانس نبودن و این کنفرانس برگزار نشد، نشست سران سارک. در مورد کمک هایی که شما هم اشاره کردید، کمک ها به دولت افغانستان، خیلی ها از خودشون خصوصا در جهان غرب میپرسند که ما میلیارد ها دلار به کشوری و به دولتی میپردازیم و باز هم متحد میشیم که بیشتر بپردازیم که از نظر فساد در رده های خیلی بالا قرار داره. چه اطمینانی تونستید به دیپلومات های خارجی بدید، به وزیران خارجی سایر کشورها بدید که وضعیت از این به بعد متغیر خواهد بود، تغییر خواهد کرد؟ البته یک چیز باید فراموش نکنیم که فساد تنها در افغانستان محدود نیست و تنها در افغانستان البته فساد نبوده. امروز ببینید در بسیاری کشورها به شکل به انواع گوناگونی فساد وجود داره. چیزی که مهم است نیت و اراده که ما داشته باشیم علیه مبارزه علیه فساد، که او را دولت یا حکومت وحدت ملی با تمام معنا دارد. اشاره کردید که نیت و اراده، ولی خیلی ها میگن که در دولت وحدت ملی خیلی بعیده که چنین نیت و اراده شکل بگیره با توجه به اختلافات داخلی که است. مثلا مدت قبل آقای عبدالله سخنرانی خیلی تند کردن علیه رئیس جمهوری آقای غنی، بعد آقای غنی هم جواب دادن. این اختلافاتی که معلوم هست، این اختلافاتی که دیده میشه، آیا به عنوان یک مانع برای شکل گرفتن چنین اراده تلقی نمیشه؟ شاید اختلافات یا تفاوت دیدگاه وجود داشته باشه و یقینا شاید در بعضی مسائل تفاوت دیدگاه عمیق‌تر باشه، اما حکومت وحدت ملی در جریان است که یک تجربه جدید به افغانستان است و بعد از یک انتخاباتی که با مشکلات مواجه شد در نتیجه توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی به وجود آمد و دقیقاً هدف هم از این بود که باید هر دو تیم مشترکاً کار کنند. در این شکی نیست که در این مسیری که تا حال پیش آمدیم مشکلاتی داشتیم و مشکلات هم هست، این کار از این نمیتونیم بکنیم. اما چیزی را که من میبینم در مسائل کلان ملی هر دو رهبر، هر دو بزرگای حکومت هیچ اختلاف نظری ندارن و حضورشان در کنفرانس وارسا در ماه جون، حضورشان در کنفرانس امروز، کنفرانس بروکسل، حمایتشان از پروسه صلح در مسائل همه، در مسائل کلان با یکی دیگر چیز نظر موافق دارن. همین پروسه صلح که شما اشاره کردید، خیلی ها میگن، خیلی ها این حرف رو میزنن که ممکن بود مثلا در مورد صلح با حکمتیار خیلی زودتر به نتیجه برسه اگر این اختلافات نبود. بارها
امضای صلح، امضای موافقتنامه صلح با دولت وحدت ملی به تأخیر افتاد به دلیل همین اختلافات؟ من فکر میکنم اختلافات نبود. اگر اختلافات میبود شاید این امضا نمیشد. بعضی مسائلی بود، ملاحظاتی بود، تا روشن شدن او مسائل باید صبر میشد و عجله گزینه خوب نبود. و بازم ببینین که از هر دو طرف صبر شد، منتظر ماندن تا ای که همون مشکلاتی که در موافقت نامه بود حل شد و موافقه کردن که باید امضا شد و امضا شد. خب ولی همین الان هم اختلاف نظرهایی هست بین شما به عنوان رئیس جمعیت اسلامی افغانستان و بخشی از حاکمیت. شما رئیس حزبی هستید که ادعا داره جلودار نهضت اسلامی در افغانستانه و نزدیک به 60 سال از عمرش میگذره. در چنین حالتی به عنوان رئیس یک جریان جهادی اختلافات شما با بخشی از دولت، مثلا در سال روز بزرگ داشته یا سالگرد ترور برهان الدین ربانی رئیس جمهوری پیشین معلوم شد. من فکر میکنم اختلافات نیسته که ما اختلافات گفته نمیتونم. چیزی که در سالگرد یا پنجمین سالگشت شهید سال و رهبر جهاد و مقاومت رخ داد، خب در یک محفلی که 5000 انسان دعوت میشه شاید ما بین از اون بعضی کسایی باشن که بعضی برنامه های خود داشته باشن، اما در این کاری که رخ داد ما طرفدار اوزو نبودیم. یک محفلی که با این شکوه و با این بزرگی برگزار شد طرفدار موفقیتی ازی بودیم و این احترام به استاد شهید بود و ارج گذاری از همه شهدا در از استاد شهید. چیزی که چی شد اوجا بورم رهبرای جمعیت اسلامی افغانستان همه چیز کردن، محکوم کردن، رئیس اجراییه شخص خودم خیستیم و این کاری بود که ما چیز نبودیم. ایره ما هم لحظه ایره رد کردیم و آقای کرزی هم تشریف داشتن تا آخر محفل و بعد از اینکه محفل ختم شد اونا هم رخصت شدن و ما هم رفتیم. بله در اون نشست، در اون اجتماع، خب کسی علیه آقای کرزی شعار داد. آقای کرزی هم البته خب بعد اون شخص رو در آغوش گرفت. به نظر می اومد که همه چیز حل و فصل شده، ولی شما در این روزهای اخیر وارد نوعی جنگ لفظی با آقای اتمر شدید، مشاور امنیتی رئیس جمهوری افغانستان. آقای اتمر چیزی گفت و بعد شما هم در صفحه فیسبوکتون و همینطور از طرف حزب جمعیت اسلامی حرفی زدید. آیا این نشان دهنده در حقیقت اختلاف نظر و جدایی بین دو بخش از حاکمیت نمیتونه باشه؟ از آدرسای نهادهای ملی باید پیامهای ملی باید خارج شه و نه پیامهای تفرق افغانانه یا ای که مسائل دیگر. و چیزی که رخ داد البته تا جایی که من چیز هستم، ما موقف خود روشن ساختیم. ما همیشه طرفدار حل هر مشکلی که پیش می آید، حتی اگر بیاتون باشد در وقت شهادت استاد، پس از شهادتشان هم ما کوشش کردیم که از مناسب ترین و معقول ترین چیز حرکت کنیم تا نشه و وحدت ملی ما خدشه‌دار شود. و ما هیچ وقت طرفدار چی نیستیم. پیام جمعیت پیام وحدت است، پیام جمعیت پیام صلح است، پیام جمعیت پیام همزیستی است. ولی خب در همین جا مثلا وقتی آقای اتمر میگه که در اون نشست حلقه های استخباراتی بعضی از کشورها دست داشتن و بعد هم شما جواب میدید که حزب جمعیت درباره بعضی از حلقه ها و حامیان منطقی و فرامنطقی اونها اطلاعات کافی داره، خیلی از تحلیلگران میگن که به نظر میاد که مثلا اختلاف نظرهای منطقی یا درگیری های منطقی، درگیری های وطنش های سیاسی در منطقه به افغانستان کشیده شده. مثلا اگر آقای اتمر اشاره ای داره شاید اشارهش به ایرانه و اگر شما اشاره ای دارید شاید اشارتون به عربستان سعودی و آمریکاست. اون رقابت ها، اون اختلاف نظرها الان وارد میدان سیاست افغانستان شده. اشاره ای ما به طرف کسی نیست. ما چیزی که خواستیم بگویم در اعلامیه نشر شد و ما موضوعی را که شما گفتین اگر کسی استخباراتی چیز منطقه یا کدام استخبارات دیگه ای که دفتر امنیت ملی از در جریان است، دفتر مشاوره امنیت ملی، بهتر میشه که اونا جمعیت اسلامی افغانستان در جریان قرار بدن تا
تا اینکه ما هم ببینیم. اما اگر چنین چیزی وجود نداره، این فکر میکنم کار نادرستی بود. خب یک مقدار درباره جمعیت هم حرف بزنیم، جمعیت اسلامی افغانستان. شما از طرف وزیر خارجه هستید و از طرفی هم رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان. فکر نمی‌کنید که این ممکنه در تعارض با قانون اساسی افغانستان باشه که اجازه نمیده افرادی که در داخل حکومت هستند، در داخل دولت هستند، اینها از موقف و موقعیت حزبی خودشون هم صحبت بکنند؟ ما شاید فکر میکنم ماده 80 منظورتان اگر باشه، اگر ما اشتباه نکنم، در اون ماده هیچ وقت نگفته که یک رئیس حزب نمیتونه در کابینه چیز باشه دولت. اما در اون سوء استفاده از موقف دولتی به طرف به حزب سیاسی یا جریان سیاسی باید نشود، که در اون ما هیچ مشکلی نداریم و تا حالی کار صورت نگرفته. و اگر ببینین خود امی تشکیل یا امی شکلی که حکومت وحدت ملی جور شدن، از متشکل از احزاب مختلفی است که در هر دو تیم وجود داشتن و فعلا در این حکومت وحدت ملی هم از سران احزاب حضور دارن. ولی در ماده 80 قانون که شما هم اشاره کردید گفته شده که از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده نکنند. ولی وقتی شما به عنوان رئیس حزب جمعیت در میتینگ سیاسی حزب جمعیت شرکت میکنید و بعد هم در حالی که وزیر خارجه هستید اعلامیه میدید، آیا به معنای استفاده از مقام خودتون در حالی که یک جایگاه حزبی هم دارید حساب نمیشه؟ ما هیچ وقت کدام قدمی نبرداشتیم که علی دولت یا حکومت وحدت ملی باشه. برعکس، از مقام حزبی، از جایگاه سیاسی کوشش کردیم که به تحکیم پایه های حکومت وحدت ملی، به تقویت حکومت وحدت ملی اقدامات صورت گرفته و کارهای صورت گرفته. اما سوء استفاده از این هیچ وقت نبوده و صورت نگرفته. در مورد موقف یا جایگاه حزبی شما، جالب هست که شما رئیس حزب جمعیت هستید، آقای عبدالله که شما در کابینه آقای عبدالله هم هستید چون ایشون رئیس اجرایی حکومت افغانستان هستند، کاندید حزب جمعیت بوده در انتخابات افغانستان. بله. این رابطه به چه شکله؟ مثلا چون شما رئیس حزب هستید، آیا میتونید آقای عبدالله را عزل کنید مثلا؟ خب بحث عزل فعلا مطرح نیست. ما میبینیم که امیدوار هستیم که امو اهداف و اهدافی که جمعیت اسلامی میخواهد و از طریق حکومت وحدت ملی با می ترکیب فعلی امیدوار هستیم که به دست بیاره. و بله، در این شکی نیسته که دکتر سیب عبدالله کاندید جمعیت اسلامی افغانستان بودن. در مورد رهبری جمعیت اسلامی افغانستان، شما رئیس جمعیت هستید ولی تقریبا عنوان مشابه هم برای عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ در نظر گرفته شده. مشخصا معناش اینه که رهبری جمعیت اسلامی بین شما دو نفر تقسیم شده، یا اصلا چرا نباید رهبر جمعیت اسلامی تعیین بشه؟ استاد عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان هستند و ما اگر بیاتون باشه 5 قبل پس از شهادت استاد رهبر جمعیت اسلامی افغانستان، همه بزرگای جمعیت توافق کردند که مسئولیت به عهده ما بسپارن. پس عملا شما رهبر جمعیت اسلامی افغانستان هستید. خب نتیجه نشستی که صورت گرفت در 15 بعد از شهادت استاد امی بود که جمعیت اسلامی افغانستان میتونه پس از شهادت استاد سر یگانه کسی که موافقه کنه او از ما نام گرفتن و پیشنهاد کردن و ما هم البته با مشوره با شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان و دیگه اعضای سابقه دار جمعیت اسلامی افغانستان این پیشنهادشان رو پذیرفتم. فکر نکردید اینطور تدایی بشه که گویا رهبری جمعیت اسلامی موروثی شده؟ من کسی که به ارزش‌های دموکراسی یا مردم سالاری باور دارم هیچ وقت طرفداری از این نبودیم و نیستم. ما در مراحل مختلف و این موضوع رو ما تاکید کردیم که باید رهبری جمعیت رهبری منتخب باشه و راه انتخاب رهبری جمعیت تدویر کنگره جمعیت اسلامی افغانستان است که ما با مشوره بزرگای جمعیت
و همه بزرگای جمعیت، شورای رهبری جمعیت، انشالله در آینده نزدیک کنگره جمعیت تدویر میکنیم که رهبری را میخوایم انتخابی باشه و همه توافق داشته باشن که کی ریاست حزب داشته باشه. و یک سال دیگه، های هیچ وقت فکر کردید که به عنوان وزیر خارجه افغانستان این موقعیت و جایگاهتون رو مدیون آقای ربانی هستید، به خاطر اینکه رئیس جمهوری پیشین افغانستان بود و آدم سرشناسی بود در افغانستان؟ دی شکی نیست که رهبر شهیدمان جایگاه خاص خود دارند و داشتن و دارند، و دی هم شکی نیست که مگر هر چیزی که دارم از برکت استاد شهید است و افتخار میکنم که ما پدرمان را به خاطر آوردن صلح از دست دادیم، ولی به خاطر آرمان و به خاطر اهدافی بود که خود استاد شهید انتخاب کرده بود، و دقیقا به خاطر ادامه امو اهداف و ادامه امو آرمان استاد شهید وقتی که پیشنهاد شد به ما پس از شهادتشان که مسئولیت ریاست شورای عالی صلح بگیرم، البته باز هم پس از مشوره با شورای رهبری جمعیت و با بزرگای دیگر من این مسئولیت پذیرفتم، و به خاطر آوردن صلح و امنیت به کشور عزیزمان از هر نوع قربانی دریغ نخواهم کرد. اگر برگردیم به موضوع صلح با آقای حکمتیار که اشاره مختصری شد، خیلی ها میگن که آقای حکمتیار و حزب اسلامی یکی از رقیبان دیرینه و سرسخت جمعیت اسلامی بوده. آیا نگران نیستید از اینکه این جریان وارد دولت بشه، نزدیک به دولت بشه یا وارد فضای سیاسی افغانستان بشه؟ ما نه تنها که نگران نیستیم، بلکه از این پیمان صلح یا از این توافقنامه صلح ما استقبال کردیم. جمعیت اسلامی افغانستان و در رأس رهبر شهید همیشه نظرشان همی بود که همه راه حل مشکل افغانستان از طریق مذاکره و مفاهمه و مسالمت آمیز باشه، و ما استاد شهید رهبر خود را در این راه، در راه آوردن صلح از دست دادیم، و ادامه راه استاد شهید اهداف جمعیت اسلامی افغانستان است، و ما هر گروه دیگه مخالف مسئله دولت افغانستان هم دعوت میکنیم که بیاین از طریق، اگر اهداف و برنامه هایی دارن، از طریق سیاسی، از طریق مسالمت آمیز با پیوستن به برنامه صلح بیاین برنامه خود را عملی کنن، نه از طریق خشونت و کشتار مردم مظلوم. شما در مورد آقای حکمتیار گفتید که این توافق به معنای مسئولیت قضایی نیست، ولی ما میدونیم که جزی از توافق اینه که آقای حکمتیار تحت پیگرد قرار نگیره. منظور شما چی بوده؟ خب منظور ما از چیزی که ما گفتیم این بود که ما انتظار داریم از همه گروه هایی که به پروسه صلح میپیوندن به حیث شهروندی مسئول عمل کنند. یعنی اگر دشمنای افغانستان راه جنگ و خشونت میگیرن و هم در سنگر جنگ دفاع علی افغانستان قرار بگیرن علی او گروه ها و هم در مسائل دیگه، یعنی به این معنا نیست که اگر به پروسه صلح می پیوندن دیگه از دیگه مسائل شهروندی که متوجه از اوناست از اونها دیگه اونها هیچ توجه نکنن. خب مشخصا درباره آقای حکمتیار گفتید که این توافق به معنای دادن مسئولیت به کسی نیست. آیا به معنای این است که شما خواهان این هستید که آقای حکمتیار به عنوان یک فرد قابل پیگرد باشن؟ ما طرفدار عزیزیم که آقای حکمتیار به حیث یک شهروند مسئول پس از پیوستن به پروسه صلح به حیث یک شهروند افغانستان در همه مشکلات افغانستان به حیث یک شهروند مسئول عمل کنند، و اگر افغانستان نیاز داشته باشه که باید اینا یک نقش ادا کنن، باید اینا به حیث یک شهروند مسئول در آماده باشن. به این معنا نیست که اگر به پروسه صلح بپیوندن دیگر به دیگر کسی کار ندارن، و اگر هر مشکلی که در افغانستان میاد یا بالای افغانستان میاد اونا کاری نداشته باشن. منظور ما این بود. امروز جالب بود که جان کری وزیر خارجه آمریکا نام ایران و روسیه رو هم برد، گفت که اینها هم باید نقش بازی بکنند. مشخصا از نظر شما ایران در زمینه گفتگوهای شما با طالبان چیکار میتونه بکنه؟ ما تروریسم
بایست یک تهدید مشترک ببینیم، تنها مشکل افغانستان نیست و آوردن و میتونیم مقابله موفقانه علی تروریسم به یک استراتژی مشترک نیاز داره و در این باید همه کشورهای همسایه نقش خود را داشته باشند. در ارتباط با پروسه صلح دقیقا همه کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران که یکی از همسایه‌های مهم افغانستان است میتونه نقش داشته باشه و باید در پروسه صلح به یک شکل سهم خود ادا کنه که ما امیدوار هستیم. مشخصا به چه شکل اونا... وقتی میگید میتونه سهم داشته باشه، یعنی ایران یا حتی روسیه هم اسمش مطرحه، اینا چی کار باید بکنند؟ شما به عنوان وزیر خارجه افغانستان فرض بفرمایید که چه چیزی رو از آقای ظریف میخواید که این کار رو بکنه یا اون گام رو برداره؟ ما تأکید ما همیسته باید روابط دولت با دولت ها باشه، هم از فدراتیو روسیه و هم از جمهوری اسلامی ایران. میخوایم که در از هر نفوذ و چیزی که دارن بالای هر چیز گروهی که بتونه با آوردن صلح به افغانستان کمک کنه از نفوذشان استفاده کنن و کمک کنن که یک افغانستان با ثبات و یک افغانستانی که صلح امنیت برقرار باشه باشه در او نقش مثبت خوب داشته باشن. آقای ربانی خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو قبول کردید. ممنونم از حضور شما در برنامه به عبارت دیگر. تشکر از شما. سعادت خوشم باشه.